شادمانی حضور تمام شما عزیزان به هی میدان و تی میدان با من باسد ایرج خوش آمدید. ما در ادامه سفر ما انوز هم در ولایت زیبا و همیشه بهار ننگرهار هستیم و امروز آمدیم دوستا به ولسوالی کامه، یکی از ولسوالی های خیلی زیبا و سرسبز ننگرهار، تا بهترین های ولسوالی را به شما نازنین ها تقدیم بکنیم و همچنان یک برنامه اموتو شیرین و مزدار. دوستا به خاطر از این میگم که یک برنامه شیرین و مزدار، چون امروز تمام کار ما، تمام های میدان تای میدان ما با شیرینی ها است. از نیشکر شیرین ولسوالی کامه شروع کرده میریم به طرف شیریخ کامه که خیلی هم شهرت زیاد داره و همچنان به یکی از کارخانه های تولید گر در ولسوالی کامه. ای که چنه و نیشکر به خاطر گر استفاده میشه و همچنان چه قسم کشت میشه، آیا هم که قلمه میشه، داشتای خیلی خوبی را مد نظر گرفتیم که تقدیم شما عزیزان بیننده بکنیم. تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتان های میدان و تای میدان در ولایت زیبای ننگرهار باشین. حالا ما ایستا ایستا میرم به طرف این نیشکر را ببینیم که چی خبرها، چی قصه هاست و همی پوست کردن ازی چطور است، آیا راحت پوست کردن میتونیم یا خیر. دوستا عزیز، قسمی که براتون گفتم عالم آمدیم همینجا دوستا را میبینید که جمع زیادی از هموطنهای عزیز ما مصروف هستن، همینجا کاروبار میکنن. دیگه نیشکرها را میبینید که قطع شده، بعض دوستا میاین که از اینجا میبرن به مو کارخانه تولیدیشان یا به سایر جایی که به فروش میرسانن. استاد مانده نباشی. سلام علیکم. واسط جان، جور بخیر. جانک جور، صدمند. چیال اول داری؟ صدمند هستی؟ خیر خیرت هست. فال خدا. نه ما خواه میبینیم یا نه ولسوالی کاما آمدی؟ نه ولسوالی کاما آمدیم. های میدان تای میدان. های میدان تای میدان. نه ما تو خواه میبینیم تو باش؟ نه خواه نیست. اوف خوی. خدا نکنه. نه خواه نمیدیم مادر. جان جور است. خوب استی جان جور. خدا معرفی کو برام ما. نامم احمد الاست. خوب بسیار خوب. از کدام قریه؟ ما هستیم اصلا از قریه سمرخیل. خوب بسیار. اینمیجا زندگی در کاما زندگی میکنیم یا میپرتی نشکرک میکاریم لالا جان. خو ای چه قسم کشت میشه ای نیشکر؟ کشت نیشکر خود نشامت میتم چه قسم کشت میشه. ما با یه قسم کشت میکنیم این نیشکر را فامیدی؟ امی نیشکر است نی؟ آها فامیدی؟ تشکر قند لالا، بخیر باشی. بخیر باشی. اینک اتاک آمو خوب پوست هم کده بتونی اتاک انرژی او نیشکر دیگه بسیار آله. دیگه بیخی پیر نمیشم لالا. خداوند تو همیشه جور داشته باشه. که شما بار دوستا باشه. دیگه اول بیا که زمین شکر استفاده کنیم یا از اتاک استفاده کنیم؟ از اردوش استفاده میکنیم. نه اول از کدومش استفاده کنیم؟ همی اختیار خودت، هر کدومش خودت میخوای. هر کدوم که اختیار تو داری فهمیدی. نمور اجازه مشکل نیست. دوستای عزیز، انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. بفرما استاد احمد قند. باشته که میره پایه کرا نوش کنیم نه که اوه 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 بسیار عالی. خورده بودی تا حالا تک؟ یاره تا حالا نخورده بودم، حالا خوردم. خب یعنی حالا در رنگم سرخی پیدا شد. خب بخیر باشی. خیلی باش که سرخی بیخی زیاد نشه کالک، اما جای سرخ نشه توتک و نشکر را بخیره. خب، نشکر را امیر امیجا بانیم. این نشکر کشت به یک قسم میکنیم، ایره میگیریم توتا میکنیم. خب. دو بند یلا سه بند. تخم نداره؟ نه، نمی تخمش است. خب امی خودش تخم هم است و خودش نشکر هم است. ایره یلا دو بند سه بند میده میکنیم. ایتو نیک از این بند ها میده کنیم.
خب دو سه بندش یک جای میمونه. این از کمر میدان میشه عزیز جان، مثال ایتو. خواه ایره که میدیش کردیم فهمیدی باز جر میکشیم در زمین جر که کشیدیم با مینشکرم دمی جر میمانیم باز میگیریم خاک سرش چپه میکنیم. درست خاک چپه کردیم میتونم نه که تو در زمین او را همه تو مستقیم میمانیش مستقیم تو داخل در زمین هم نمی خاک سرش چپه میکنیم بازی را دیگه خاک سرش چپه کردی یک هفته تیر شد بازی را او میتی یک ما بازی تیغ میکشه یک ما باد باز او میتیره باز دیگه هفته به هفته ای رو میتی باز یک بندزی نیست یک چیزی ای داری شده میکشه. درست پس این میشه که مثال نمه قدر نیشکر ما که میبینیم در این پشتر دوست عزیز ای چه قدر همی توتا ها در اینجا مانده شده زیاد یا کم؟ زیاد است زیاد ایجا مینا رو میبینی امی کلش امی حال فصل گندم هم است که گندم یک ما نشکر کشتیم امی کلش نشکر هم کشتیم گندم هم که گندم یک جای نشکر میرسه دویم فصلش است. فصل دوم شد. فصل دوم شد. خب خوب است که اقتصاد امی زراعت هم به دو فصل از بیشتر دوستا و هموطنا گرچه گذشته هم یک فصل کش میشد باز بعد از او استفاده قدر بگینه تو چی کنی که از نشکر استفاده کنی لالا جان باش نه باش که دیگه چطور پوست میشه نالا تو خیره بگی تو ایش تو بگی ایش ما میگیرم خب نالا سنما بیبی بیشک تصمیم میگم ما پیشتر گفتم که نمی رقم پوست میشه آی وطنکیز دیگه بای صاحب نه لالا دندان جا گور کجا ما بینش نه مگم برای ما از ما یک رقم هیچ خوب نیست دوستا جور نیست دیگه ای تو توتا نمیشه پوست نمیشه خیلی تو لالا جان ای را تی بگی همه تو گرفتی والا بیشک تر باش که طعمشون ببینیم که چطور باش باش جان تو خود دو چیز خوردی اتاک هم خوردی نشکرم همونجا میریم تو باش که کارش هم کده میتونی یا نمیتونی خوب است ها یک دفعه طعمشون ببینیم پیشتر گرشی ما خوردم یک توتا نه او توتا دیگر چیز بودی دیگر چیز فوق العاده ما میگم دکار بارد برکت من خیلی بیا که بریم امین شکرم بگی که موجه چی شام در نشان بتم زدنش سر دیم که وارد انرژی تا مصرف کنیم خوب گپ است بریم دوستا به او طرف داخل می چمنزار یا می جای مواته که نیشکرها را دوستا قط میکنن ببینیم که چه قسم قط میشه بازی چی مرایل سپری میکنه تا ای که به می شکل آماده میشه مرحله آخرش همی است دیگه مرحله آخرش همی است بازی را میبرم گانی والاش کس علایده است باز در گانی میبریم او جس پیشش گر جور میکنیم خواه فامیدی ای را کس تا این شکر کس باز در بازار میبریم فامیدی را سودا میکنیم از این مردم همت استفاده میکنه گندیری خواه بسیار خوب بریم خیلی بریم از تاستا باسو جان ماما جان سلام برسه جور هستی جان جور است بگی نمی داست میره بگی چپیش که دیگه این خود داست هست یکان چیزک های خورد خورد هستی نه از امی هم استفاده میشه لالا باسل جان فهمیدی خوب شد که دیدیم تان فهمیدی ما خب برنامه تان را سعی میکنیم بسیار عالی برنامه است بخیر باشی ما خیلی تکلیف میکنی خیلی زحمت میکشی ما هم خوشحال شدم که آمدم خودت دیدم جمع است دوستا و هموطنای نازنین ما را دیدم که در زحمت کشیدن هستن و مصروف هستن و ایام و کاربارشان هم بخیر و به خوبی سپری میشه بسیار زیاد تشکر اینا بردی نه تا از ما پیش پوس کردی این توفه بردن بود اینه دمی آخر یک جزا دادیم آره توفه بود لالا خب بخیر و سلامت باشی احمد جان قند من زیاد خوشحال شدم
وقتی خودت دیدم که همچون خودت جوانای ما تو با انرژی شاد داریم در کشور، کلتان هر یکتان افتخار هستین، هر کدامتان نور و چشم هستین. این حالا با می دوستا و رفیقای ما خودت میبینه چیز داریم که تقدیم بکنی آخر؟ بس اینه میره داریم آخر فامیلی که درس تعلیم کنه، درس تعلیم خوب شای است و به وطن خدمت کنه. بشه خداوند اجر رسیم مثل باسد جانواره. بخیر بشه. خدا کده که خفه نشده باشه. قربانت، خوشحال شدیم. دوستو عزیز، شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. آهسته آهسته میریم به جای دیگه و جاهای زیبا و دیدنی ولسوالی کامه. تا پایان با ما باشین. زمینایی که در اوج نیشکر کشت میشد دیدیم و فعلا هم در ولسوالی زیبای کامه در ولایت ننگرهار هستیم. های میدان، تای میدان، حالا ما آمدیم به یکی از فابریکه های گر. شما میفهمید که گر یکی از شیرینی های محلی افغانستان است که استفاده زیاد داره، در بخصوص در ولایات مشرقی افغانستان، و یک شیرینی فوق العاده مزدار است. و میفهم بیشتر از شاید کارخانه ای که در اوج گر تولید میشد تا حال ندیده بودن، و ما هم خواستیم که بیایم سر بزنیم با یکی از این کارخانه ها که خوشبختانه نجیب الله خان هم یکی از همین مسئولین از این کارخانه با ماست، بیشتر همراه ماست و صحبت ها رو می داشته باشیم. چی حال احوال داری نجیب الله خان؟ دور است انشاءالله. شکر. خوب است. با چشم بی ادبی کن. بخیر آمدی. بخیر. ما خوش هستیم از تلویزیون طلوع که اینجا با مردم یک چیزی روخان میکنه که گل چی رقم جور میشه. قربانت. بخیر آمدی بی ادب. سلامت باشی. این حال من سوال میکنم، همه قدر نیشکرهایی که در زمین ها ما دیدیم، نام خدا که امسال حاصلات هم فوق العاده گفتن خوب بود دوستا. خیلی ببینید کلش اینه میشه هاو میکنی، هیچ معلوم هم نیست چی میشه. نی بیادر اینجا انشالله ما روحان میکنیم که یه گل چی رقم جور میشه. بیادر اکن مردم بسیار به تشویش هست، پنچی رقم گل هست، سی رقم گل هست. همین اولی کاری که میکنیم بعد چی هست اینجا؟ بیادر اکن اینجا اولنی کار ای است که زمیدار یا دیکان از شکر نیشکر می آیا اینجا می آیا. اینجا ما کوشش میکنیم ای شاگردای ما است، ای گانی است، دیکانان ده پتون اول گنی راوری را دلتی واچه تا دیز نمون گنی راوری پا دی گانه کی اوباسو تا دید شکر دا خالص اوبا دیگه تزی دیگه که دا اوبا جمتی گی. همین اوزچای که از دوستا بگه آب همین نیشکر در این اوزچا قرار میگیره و بسیار یک ماشین کلان است. از اون ماشین های خورد نیست که میریم آب نیشکر میخوریم در سرای کراچی. نام خدا یک ماشین قوی و به این شکل پایدوانی شده تا آب همون اوزچا که آب نیشکر رو جمع بشه. باز بعد از چی میشه؟ دک بریم خیمت طرف از اون اوزچا هم ببینیم. ارور جان دلتا من داگنی چکم ورکو بیا داگنی رازی دا اوبا. خالص اوبه بل شی پکې نه ورورا دا خالص اوبه دلته جمع کیږي ورورا. دا تقریبا سل منه غنی موږ اوبه سور دینه لس منه ګړه جوړیږي سل منه غنی. دا موږ په دې غاڼې کې اوبه سور ورورا بیا د دین دلته اوبه جمع کیږي خالص د غنو اوبه. دا اوبه چې بیا جمع شوره دا بیا زی دننه بیا په دې نورې مرحله دننه اجرا کیږي. ان شاء الله به حالت دننه وګورو. بسیار خوب. او راځه این توفاله ها پیش از اینکه داخل بریم امید توفاله های از این رس شما چی میکنین؟ ها رور جان دا خو منگا خلو دا بیر تا دی پسی کهو دری ساعت دی پسی اور بلیگی. آها دی لس منا گوڑا چی منگ جولاو دی پسی منگ دری ساعت اور بلو دا پوک منگ ودا پوک پیو. خو تاس ودا سیوه وی ما امی توفاله هم برسنیم؟ ها توفاله. آها توفاله دا توفاله رو بیادر کن دا اینجا ما روان میکنیم دا توفاله منگ رو رو را. اینجا ما روان میکنیم شاگردا با ای ریڑا باندی او با گامو گودی دیگه او پریڑا باندا چورورا بیا دی تمنگ نور مزدوران نیولی دا بیر تا دی شکر پسیکو نا شکر پسی دا بیر تمنگ اورو دا پدی بانی پوک بانی پخاو.
تاسو دوپاله وای وای همون پتی باندې پخو درست درست با توفالهش دوباره آتش میکنه اما آتش کمی کوره روشن میکنه بیا درم خوب از بریم ببینیم هم بیا ببینیم نشان بفرمایید روجانه دلته موږ راوړو پټو کې موږ خوار کړی اغه دینه راوړو دلته بیرته د دې پسې سېدو 3 ساعته موږ دې پسې ور اچو دا یو کاریګر دې پسې 3 ساعته ور اچي دینه بعد دا به پخېږي بسیار خوب و ای یک چیز هم است دوستای عزیز که بسیار خوب درم میگیره هم زود روشن میشه و د عین حالش هم که خیلی خوب است استفاده میشه دوباره از متفالش هم ما فکر میکردم که شاید دیره برای حیوانات و مواشی بتن نه اوروجانه دا منګه دی پټو کې اچو او چیږي او بیرته دی پسی کو و میبینین دوستان که به می شکل تمام دوستان هم دویجه مصروف هستن دی کارخونه چند نفر کار میکنه 25 25 نفر هم 50 نفر تا کار کوي خب بسیار خوب خب بریم اول به طرف داخل و مو کرایی میگن دیگه براش او کرایی بریم مو کرایی رو ببینیم قصار داشته باشه خیر سی راضی منن عذاب بده خب دوستا عالم اموی مرحله بعدی است که ام پایپا را که شما میبینین از این آب نیشکر میآید داخل امی کرایی مفته دیگه بیشتری که باز بعد از او چی میشه و چه قسمی گور آماده میشه نجیب خان خودش برای ما میگه عبدالباسط جان تا خو بار ولیدی چه منگا گنی ورکل بله گانه ای که آغی نباد تا سو او رو کتلو چه آغا او رو منگا چهولو بله دقا کم پیپونه چی دی آغا دا شکر و بچی کم دیگه که منگ تا سو او خور چی جمع کیگی آغی نباد دی کلی ترازی دا یو کړی چې دی ورور دوه دوه نیم ساعته پس دا هم د خټ کیږي جوش باندې دا ګوري دا تپونه چې دیږي کله شمه ته بخار دا کی دغه می آب تبخیر شوه او جامد پس جامد شکل شوه او رو جان کله چې دا جامد شي یعنی دا مایع په جامد بدل شي دا به ټینګ شي سانچک شي به دا سانچک دوه نیم ساعته بعد مونږ دی اتری تر اچو خو دی اتری ته چیرې چې د طبيع لګه یو 15 منټه درې دکې سلور دکې د ته وخ ورکاو دغه سانچک یخ شي کله چې یخ شي وروجانه به دی کې موږ درم بیو خو دا سانچک بیرته په ګوړه بدلی الله پاک او دا ټول اوله کې سانچک وی اصل وته تاسو وی وي دا اصل وی بیا دی کې موږ دغه وخو رمبی دا اصل په ګوړه بدل شي بیا چې کله په ګوړه بدل شي وروره بیا دی ته موږ غاړو ته تل راواچو ځان له مخې ته کیدو بیا دا بیل بیل کیرو بیا خل فرمایش ورکای خو دغه سانچک دی ته بیا موږ دی دبو کی ماچ اورورا درست او دا اصلی به نام چی بازی را یاد میکنین سانچک ای اصل اصل یا سانچک درست و اینی به شکل است باز زمانی که به گور تبدیل میشه دیگه به می شکل توته توته منظم منظم نو دا چې کله به سانچک باندې بدل شي ورو سانچک موږ مات کو په ګوړه بدل شي نو دی کی ورو موږ سوره کما ګوړه جوړو دا یو ځای وروره کفری والا جوړه ګوري کفره دا دا یو ځای چې دا وروره دا منپلو والا دا دوستا عزیز دا منپلو والا دا این ناریال است او دا منپلو والا دا ای منپلی هم امو جل جلغوزه است دا وروره دا موږ جوړی کړی ګوره چغزه والا دی ګوري او دوستا عزیز ای هم ګوره است که وسطش پر است توتای چهارمغز است به می 3-4 رقم جور میکنن گاو بس دلته ټوله ګوره پرمایشی جوړه چهار رکسوک بادیان پکیا چې سوک سپیرکیا چې سوک پکې مرچا چې دا تور مرچ نه دي شکر د پاره دا پکیا چې بس خوري خو نظر به مو شوق علاقه هر کس است که چی علاقه داره برش جور میکنه هم دسه دا ورو جان بس زمانی که دیگه خیر نه شکر اونها باشه کار خودتون متوقف است او رو دا به بند شي بیا زمون کار نه را کاریګر بیا ټول رخصتی مخپلم رخصتی خو یعنی دیگه صرف د سیزن خبره ده خو یک سیزن تان چند ماه است یا یک فصل کاری تان زیاد تر زیاد 15 میشی کم تر کم 3 میشی یا 4 میشی یا امو 5 ماه 4 ماه است دیگه وقت کار
باز یک باری که دیگه امی جور میشه و آماده میشه چند سرگر تولید میشه ازمو؟ سوال لسمنه وروره دلته سوال لسمنه ګوره جوړیږي دغه یو دیګ چې دی دا غټ دیګ دی او بل نور دیګونه دی او واړه دی بیا لسمنه دو لسمنه ورکوي. خو الګه من حیث یک مشتری میرم د بازار میخوایم ګور بخرم امی ګور خوب از چی بشناسم؟ د ګور خپل رنگ چې دی ماته یو بنر مې وروره ګوره او دا ګوره ده کنه سو ټوټی کې دا خالص دی ته وي یی خو دغه تازه سنوس خو دا کلکی من کلکه ګوله یو چکی راک وروره خیر دی باش دوستا که ببینید که اگر سوال هم پیش شما خلق شده باشه همو سوال عمل شوه دغه راکله ګوره وروره دا اوس کلکه ده صحیح شو خو تا په ما اعتقاد وکړو چې دا نرمه ده ګوره وروره ګوره ته او د مسالو نه چې جوړه شوی نه میده کیږي نه ماتیږي وروره بچ شک بربر ما وګوره وروره وقت دوستا او بل چی سره چی خوري خوندې ګوره وروره دا به چی سره ګوري تا ته وزه عملی دی چه واچوم ګوره وروره عملی چه ته واچوم دې سه وسته خالصه ګوره به خوند سره ګوري دا ته وسواله نوشي جان چای سبزه خوب چای دا خورور او یو په گیس پخیږي کنه او یو په ور پخیږي دا د ور چهره به شک دغه دا ګوره دلته عملی چه به مې دوستا چای برام وسو هم صحیح صحیح نه نه خیر عملی بار سه ګوره تسلی دی ګوره خوب است میکولا که در خانه شک کارخانه شک جور کنه دیگه همه تو نرم نن بخورین بسیار مزدار است ورورا خالی شبی که نرم بیا که سخت دا خون لری ورورا پویشی او عملی تا ما او خود ورورا خلق نه. منگ اتکاد بسیار زیاد خوشمزه است وقت چقدر زمان میبره تا ای گورا خشک میشه آماده میشه باز نیم ساعت نیست ورورا خو نیم ساعت هم نیم ساعت خوش میشه او نیم ساعت دا نیسی ورا نیم ساعت که دا دا چکه چی دی نرمی دی دا اوس خلکو کړي دی ګوریا ملی تاسو اینه ان شاء الله دا منګاړو بیا دا وچیږي بیا ول خلتو کی اچو خو په خوشاله سره زی ډیر خلک موږ نه خوشاله دي او خصوصا د ځان صفات خنره موږ خدای الله پاک ډیر عجز بندای ما نوم نجیب الله ر خلانه ډیر خل خوشاله خداوند ذات نصیبت بکنه. امیدوار هستم دوستا شما هم از دیدن از این کارخانه گور لذت برده باشین و دیده باشین که تولیدات وطن خود ما چه قسم آماده میشه و به دسترس ما و شما قرار میگیره چه زحمت هایی را سپری میکنه تا ای که امو که ما که رفتیم به یکی از امو زمین ها که نیشکر زمانی که امو قلمه میشه یا هم کشت میشه تا زمانی که بزرگ میشه باز گرفته میشه همو پروسسی که میشه آبش کشیده میشه دوباره چقدر مرحله را سپری میکنه تا اینکه تبخیر میشه و آماده میشه بعدش هم گور و کسایی هم که شوقی شیرینی زیادتر باشن باز برش چارمغز مونپلی چیزا رو اضافه میکنن و مزهش چند برابر زیادتر میسازن. دیگه شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. میریم به طرف شیریخ‌پزی ولسوالی کامه و از اونجا هم دیدن میکنیم و طعم شیریخ مزه‌دار کامه رو میچشیم. هموطنان نازنین ما فعلا رسیدیم به بازار ولسوالی کامه و در کنار ما هم حجمل جنت یکی از شخصیت های فرهنگی و در عین حال هم فعال مدنی در خدمت ما است و با ما است تا بیشتر در رابطه به می ولسوالی کامه و همچنان در می بازار ولسوالی کامه قرار داریم صحبت ها رو داشته باشیم. جنت صاحب خوب است؟ انشاءالله صحت شما خوب است. تشکر باسه جان، خیلی خوش آمدین. سلام با شما به تمام بیننده های از تلویزیون تلو و کسانی که همین لحظه برنامه های میدان تای میدان را میبیند. خیلی خوش هستم که شما را میبینم و با ولسوالی سرسبز و زیبای
ولایت ننګرهار کام آمدین. بخیر باشید. شکر تاسو شکریتان. خب خوب است که بر ما از بازار ولسوالی کاما بگوین، چون دوستای عزیز ولسوالی کاما یکی از ولسوالیایی است که بیشتر دوستا و عزیزایی که زمان به ننګرهار میآیند به این ولسوالی، چون واقعا یک جای سرسبز زیبا و دیدنی است از جا، اما دم لحظاتشان به خوبی و خوشی سپری میکنند و در عین حال می بازارشان یک بازار پرتجمع بازاری است که هرچند کمو صدبندی نشده فکر میکنم، ولیکن اما دکان ها در کنار هم و بعض مارکت هایی هم که تازه جور شده زیبایش زیادتر ساخته و مردم مصروف کاربار است. از امکانات تحصیل، درس، تعلیم برای ما بگن چطور است در ولسوالی کامه؟ خوب است؟ ماشاءالله ډیر خده د کامی تحصیلی برخه یا د پوهنې په برخه کې دلته اتلس لیسې فعالیت لري دولتي، تر څنګ پنځه چي متوسطې دي، البته څلور متوسطې دي او پنځه بیا ابتدایي ښوونځي شته. خیلی خوب جناب صاحب، اگر مایل باشیم تو قدم زده بریم از بازار هم دیدن بکنیم و یگان قصه های خودمونی هم داشته باشیم. بفرمایید. ای چپرکتا هم فکر میکنم که داخل خود کامه ساخته میشه. او د کامه کې خپل جوړیږي. توجه مرا این شیرنی هم به خود جلب کرد، اگر مایل باشی که یک بار بریم ببینیم که چی آورده می سازه. دربانی رضا فکر میکنم که انواع مختلف شیرنی ها است. یا اول اینجا که چیزی را میبینیم طول خواگه دی و در چای سرا و بلا بلا خواخه او که دلت خلق اخلی او بیا چی هستی؟ این را ما مطر میگیم. مطر 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 هم داره داخلش یا نه؟ نه میشه که دوستا را بگیم یک بار نشان بدن که لگرا واخله لدین چې دا باسه جانی خوند وګورئ ببینن که ای چا ما تاو دو وتر واخله تاو درک بی بده. خب این شکل است، ای را با چای خوردم میشه دیگه؟ با چای خوردم باشه. دوستا عزیز، طعم اگر نان روغنی خورده باشیم به شکل همون نان روغنی است، طعم خوب داره ولی شیرین نیست. خب دیگه همو شکل خمیر است که بر روغن مندازن و به این شکل آماده میشه و بر چای خوب و امرای با چای خیلی هم یک چیز خوشمزه است. جناب میره خو میشناسید جلوبی؟ ای خود جلوبی سا میشناسید. میره گبین میگه گبین تو مرا یک تراک الکترینا دی خونده مو گوری. امروز نام خدا ما هم زیاد خوراک کردیم و همه چیز هم که خوردیم شیرین بوده. والا باسه جنابه خوانده او گوره. این هم خیلی خوشتم است. این از چی آماده میشه؟ این هم از خمیر آماده میشه؟ خمیر آماده میشه. کمی شیرینی هم سرشن میم. و نسبت به او کمک هم شیرین تر بود. نسبت به مطر. این را نامش چی گفتین؟ گبین. خواه. سختر. بسیار خوب. دوستا عزیز، اما مطر هم دیدیم، گبین هم دیدیم دیگه. آلم آیست آیست آلا کجا بریم بخیر؟ آلا میریم بخیر خواگه خمدل تاو کتا کامیش ریخت بلاو شو. خوب است که ما دوستا را منتظر هم مانده بودم. ما پیش روزی که پیش شما بیم به یکی از کارخانه های گر رفتیم، دیدیم آماده ساختنشه، چون امروز به دوستا قسمی که از ابتدا وعده داده بودیم گفتیم یک برنامه شیرین براتون تقدیم میکنیم. تو خواگه دینو. حالا خوب است که بریم به طرف شیریخ کامه و از طعم مزه‌دار شیریخ کامه هم بچشیم. خب ایره دوستا و همکارای حساب میکنن، اما مقداری که خوردیم و خود هم بریم بخیر. صحیح است. تشکر دادم. خب دوستای عزیز، ما هم آمدیم به یکی از شیریخ فروشی ها در ولسوالی کامه و قسمی که دوستا گفتن و جنت صاحب هم گفت که به کامه بیایی و شیریخ نخوری هم امکان نداره. بله، بله. خب بگو برای ما از
شیریخ کامه. فکر میکنم زیادتر دوستایی که میایند به گردش عطا میگه، بعضی ها صرف به خاطر هم شیریخ میایند به کامه. بله، یعنی بخیر شیرخانه هم رسیدیم. چند قسم شیریخ در اینجا چی میشه جور میشود، یکیش ساده است، دیگهش از گور جور میکنه. خب خب با با این شیریخ بخیر آمد. تشکر لالای خان، بخیر دیره مننه، دیره مننه. این ای مثل جان امیره که میبینی مکس است. خب خب ساده هم است، از گورم جور کرده است. و امروت هم این می زرد که است، زرد میگنی این می زرد که است، قوی رنگ است و همونطور رنگ های مختلف و همون دانگک های امروت هم داشت دیده میشه. نگفتن همون دوستا که این هم قیماق وطنی درست نه؟ یا یک خوبی هم که است بخبرتان هم قیماق در کاسه میارن. قیماق وطنی است، نمینجا مالکی این می وطن داره. خب بسیار تازتش میکنم، بس اینم بعد اسم میاد اولی را همینجا با نمی خوردن شما شروع کنیم. بخیر شروع به خاطر کلا آب نشه. چطور است؟ عالی است. شاید دوستان متوجه شده باشن که من از هر قسمت کم کم گرفتم خوردم، چون این بالاتر دوستا طعم امروت است، خیلی خوشمزه و این هم که کم رنگ تیزتر داره، طعم گره داره که اما مزه خود داره، خیلی خوشمزه است. و این پایینش هم اما شیریخ ساده است، یعنی با سه طعمی جا آماده میشه و خیلی هم خوشمزه. این حالا یک کار میکنیم که کم قیماق هم برش اضافه میکنیم که طعمش خوبتر شود. جای تمام شما دوستا و عزیزای دلم خالی باشه دیگه. امیدوار هستم که شما خوش باشین، از اوقاتتون لذت ببرین، هرچند که دغدغه های روزگار و مشکلات ها را میفهمیم، درک میکنیم، ولی ارزو میکنیم که با وجود تمامش خنده بر لبهایتون جاری باشه. جا داره عزیزای دل که تشکرم بکنم از حامی برنامه ما انرژی اتک مشت پرقدرت. خب جناب صاحب آیسته آیسته شیریخ هم میخوریم، از این بو کالا کجا میریم؟ بخیر خب کلم شلا خیر سر شیریخ خو خوړو مخکې می در عربستان یادونه وکړه لکه مینه او زموږی اوس پنګیره د حج پر لوري روان شو په سایکل باندې، دا چې هلته د څنګه ورسید او دا سفر یې څه ډول و، هغه لوړې ژورې او سختې چې په کومې تېرې شوې دي په سایکل باندې تللی. خیلی خوب است که د این روزا فکر میکنم کمی خبرم در صفات مجازی بسیار زیاد داغ است. بله. و بریم دیدار آجی صاحب، قصه های خوب همراهش داشته باشیم. آقا سنگ تورزو و آقا سفر کی سبت رینا واقع. بله بله، بفرمایید نال شیری اختانا بخونه. مربانی از قریه های سرسبز دیگه در ولایت ننگرهار و قسمی که جنت صاحبم گفت آمدیم ما پیش آجی صاحب راز محمد. آجی صاحب خان سلام علیکم. وعلیکم السلام. جور بخیر. خوب است انشاءالله. ساعتتون خوب است. بخیر هستین. زنده باشید. خیر بین. تشکر شما خیر. دوستا خانواده همه خوب است. بخیر هستین. بفرمایید. اجازه است انشاءالله. اجازه است دیگه انشاءالله. بفرمایید. خوب هستین. فضل خدا خیر خیر. بفرمایید. خیر بین. تشکر. بخیر اومدین. شکر جور آمدین، خوب هستین. خیر ببین، تشکر از شما. هموطنان عزیزم، آجی صاحب راز محمد کسی است که فکر میکنم اضافه تر از 8 ماه میشه که عزم سفر کرد به سوی کعبه شریف به طرف عربستان و ای که در مسیر را چه مشکلات چه چالش ها را دید ما از زبان خودش مشتویم و ناگفته نمانه که آجی صاحب زمانی هم که خواست بره با مو دوچرخه یا بایسکل خود رفت. آجی صاحب از این بر ما بگو که چی باعث شد که
عزم سفر کردی به طرف کعبه شریف، او هم با دوچرخه و بایسکل. ما اسم ما راز محمد احمدزای است، از ولسوالی کاما، چون کشور ما افغانستان، ولایت ننګرهار، ولسوالی کاما، از قریه مستعلی. او چون باعث ما بایی شده که ما چند سال بیشتر در دلیم می خواستم که مردم به حج میره، ما هم تو یک ارمان در دلیم گشته بود که ما باید یک خداوند یک چیزی به ما بده، وس و توان طاقت ما باشه بریم به حج بیت الله شریف، این امین عراق بریم، از راه عراق بریم، این زیارت های صحابه را بگیریم. او باز هم تو که از نمیجام که حرکت میکردیم، تقریبا روز دوشنبه بود، روز یک شنبه نمیجام، از نمی قریه و اینمی روی سفیده و مولای صحابه و از این منطقه تقریبا یک و نیم ست دو ست نفر نمیجام، به همی دیره نمیجام آمده بود، بیا با مشوری از یا حرکت کردیم. فقط اینمی قدر بود که ما خودیم تک تنها در 21 روز از اینمی ننګرهار که حرکت کردیم، در 21 روز به مرز اسلام قلعه رسیدیم. باز اما تو خیلی مردمی گپ هم گوش کرده که اسناد نداره، ما پاسپورت دارم، ویزه ایران گرفته بودم. خب ویزه هم حتما ویزه زمینی بوده دیگه. خیلی مردم در فکر است، امروز هم در بعضی خبرنا چیز آمده که استاد راز محمد که از اینجا حرکت کرده غیر قانونی به عراق رفته. نه دوست عزیز، این پاسپورت حاجی صاحب است و این هم ویزه است که ویزه دخولی جمهوری عراق است. کلش برای شما نشان میدم که مردم نگویه امروز هم در برنامه گفت کردیم در فیسبوکی، این دخولی عراق چی ایران او افغانستان، دخولی خروجی ایران افغانستان است، این دخولی ایران است. باز هم تو بعد از اینکه از ایران چی شدیم اینا ایره ببینی این عراق عراق جمهوری کسی کسی که گوش کرده که این اسناد نداره، این اسنادی که خروج دخول به عراق شدیم. از مرز اسلام قلعه با چی رفتیم با امی مشهد، از مشهد به تهران، از تهران به این با چیز رفتیم به بندر عباس، اونجا ویزه را به ما نداد. بعد از اون سفارت عراق خواستیم که به ما ویزه بده، چند روز هم اونجا گذشته بود، اونجا یه خبرنگار را چی مصاحبه کردیم، چیز از ما پرسان کرد، اونجا شاید که شما گوش کرده گوش کردی، گفت با سفارتم به ما ارتباط گرفت تلفنکی، گفت تو روز شنبه 10 بجه ما پشت شما میایم، شما را گرفتم و تو میبرم به سفارت، اونا موجم باز ما هم کاری میکنم، با شما ویزه میگیریم. باز با صبح روز شنبه بود، دا ساعت 10 بجه بود که اینا آمدن، او باز هم تو ما را بردم چی ما شما پلیس میگم و شرط میگن، شرطای عراقی، پلیس عراقی، امنیتی عراق موجود بود پیش از ما را برد سفارت. چند شو دونه موجه در سفارت بودیم، اما خوب تقریبا 16-17 شو دونه موجه بودیم، با ما خوب میمانوازی کرد، خوب خوشم بودم از پیش از ما از اینمی اسنادا که سفارت برای ما چیز کرده بود، نوشته کرده بود، ما از این اسنادا خبر نبودم که چه رقم چی نوشته است دایی. امی چون... متنی که نوشته شده بود که ما خبر نبودم، دیده پاکت بند بودی اسنادا. وقتی که از ما پرسان میکنه که تو به عراق چه وقت آمدی، ما گفتم تقریبا 14 روز دایی نمیده زیارت ها را کردیم و بدون از این چند روز این سفارت بودیم. ما خبری ما را میگه که نه تو راست بگو، ما برش گفتم چیزی که راست است کلش برای شما گفتم. خب شما هم حقیقت ها را گفتین، بس چی شد بعد شما در عبس ماندین دیگه؟ بعض اونمو بود که مرا اونمو جا می ما خواهدی نمی اسناد خبر نبودم، بعضی ها مرا گفته که تو راست نگفتی، بسیار یک جای بد شما را میبره، اوجه شما را سکنجه میکنه، شما را لط میکنه تا که شما راست بگویی. ما گفتم چیزی که راست است برای شما گفتم، خو قبول نکرد. شکنجه هم شدی؟ باز رفتم ما را در یک اتاق تاریکی ما را برد، اونمو جا ما را پشت سر دسته ما را بسته کرد، در کرین ما را اویزان کرد، ما را لطکوب کرد، بعد از اون ما را با چیز انداخت و پای ما را بسته کرد، قدر ما را لط کرد که تا 4 روز پای خود استاد کرده. خود چی میگی که با پای خود ششتام نمیتونستم که بشینم در پای خود.
چند ما باز اونجا بندی بودین شما؟ در اونموجا باز اونجا که بردم 24 روز بود، در اونموجا بسیار در یک جای بد ما را با چیز انداخته بود که 2 متر بود. 3 روز بعد 4 روز بعد ما را به تحقیق می برده اونجا در این کانتینر کامران بود، بعد اونموجا تحقیق ما را می گرفت، تحقیق می کردن که شما جاسوس هستی. بخیر سپری شد و باز چقدر مدت میشه که دوباره آمدین به کابل؟ از او بعد تقریبا یک هفته میشه که روز یک شنبه گذشته آمدیم. بخیر آمدین. خیر باش. هوایی آمدین یا زمینی؟ زمینی آمدیم. زمینی آمدین. بایسکلتان چی شد؟ بایسکلی مرام دولت عراق گرفت، پولی مرام گرفت، وسایل مرام گرفت، همه چیز از پیش ما گرفت. خدا را شکر که بخیر آمدین. خیر و قسمی که شما نیت کردین خداوند براتون اجر و پاداش بده و حجتان حج اکبر شوه. همون نیتی که کردین شما. خیر ببینید. حالا میریم به یکی از باغایی که ناکامورا ساخته سر میزنیم در رابطه با شخصیتش و ای که چه کارکردهایی را در افغانستان و بخصوص در ولایت ننگرهار داشته. با جنت صاحب یک جا میریم و میبینیم کجا است و چقدر راه است. پارک ناکامورا در ولسوالی خیوا موقع داره. بریم بخیر. میریم بخیر. خوی نمی چای را بخور. چای بخوریم. چای میخوریم و آیست آیست هم میریم. با ما باشین در ادامه برنامه. تای میدان، تای میدان. ما آمدیم به منطقه خیوه در ولایت زیبای ننگرهار و جایی که دکتر تیتسو ناکامورا یا هم کاکامورات که برش آمیانه به لفظ افغانها خطاب میکردن در ننگرهار، شخصیت توانا و کسی که بیشتر از 30 سال در افغانستان آمد و خدمت کرد، کانالای زیادی ساخت و ای که بیشتر چی کارکردهای داشت از جناب جنت صاحب میشنویم. جنت صاحب، تیتسو ناکامورا کی بود و چطور آمد به افغانستان؟ چی کارا را انجام داد در افغانستان؟ دکتر تیتسو ناکامورا په 1965 کې په جاپان کې وزی کې بیا په 1993 کال کې د عملته په جاپان کې لیو پونتون د تیپ په برخه کې فارغ شو. افغانستان ته راتګ لاغې وروسته شو کله د ښکته پښتونخوا یعنی پېښور کې و، هلته یې خپل خدمتونه د طب په برخه کې وکړل. 1999 کال کې ده د افغانستان ته مخ راواړه. دلته چې بیا کله راغې په 1991 کې د رینور کې یو کلینیک جوړ کړ، ورسره یې په څنګ کې د پیج درې او ځینو نورو سیمو کې هم کلینیکونه جوړ کړل چې د صحي صحت په برخه کې ډېر خلکو ته مثبت تغییرات راوستل او د خلکو لپاره یې اسانتیاوې رامنځته کړې. از یې برمو بگوین که گذشته ای پارک چه قسم بود؟ میگن که به این شکل زیبا نبود. دوستا واقعا یک ای پارک یک جای خیلی خوب است و قسمی که شما چهار اطراف رو میبینین، هرچی که هوا دیگه آهسته آهسته شام شده و میبینین که آفتاب هم غروب کرده، دیگه جا داره که من تشکرم بکنم از حامی برنامه ما انرژی اتکم. بفرمایید. دیر منانا. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. بفرمایید جنت صاحب. مخکې تر دې چې دغه پارک نو جوړ شوی یا ناکامورا دلته کار نه و کړی، واقعا دغه سیمه بالکل د لیدو نه وه، ډاګونه و دا شین بوټی او دا ونه خو بیخی امکان نه و کنه. دا اوس ما دلته ناست و دغه د اوبو چې کوم موسیقي ده او کوم غږونه دي، دا هم د ناکامورا له برکته دي چې په موږ او تاسو باندې لګیږي. و ما هم خواستیم که به پاس همو خدمت هایشان بیایم امروز یادی بکنیم از ناکامورا و خدمت هایش ارج بگذاریم و در ضمن از او هم از این فضای دیدنی از این پارک لذت ببریم. آقای اجمل جنت، از خودت هم بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه کنار ما بودی، صحبت های خیلی خوب داشتیم. آرزو میکنم که در تمام عرصه های زندگی تان هم موفق و سربلند باشیم. دیر منانا باسد سر، دیر منانا، دیر منانا، خوشحال و سکر. خب هموطن های عزیزم، نازنین های دلم که تا یک ساعت بیننده برنامه خودتان عاشقانه بودین، شما را به الله یکتا به همتا مسپارم.
یشاسن افغانستان، تل دوی افغانستان، زنده باد، پاینده باد افغانستان.